واردات برنج باعث شده که کشاورزان احساس ضرر بکنن و بسیاری از اونها در صدد هستن که کش نکنن یا اراضیشون رو به تحلیل کاربری بدن. با چندی پیش با آقای جمیل، مهندس جمیل علیزاده شایر، دبیر و رئیس انجمن برنج ایران صحبت کرده بودم. ایشون در مورد این مشکل چنین اظهار نظر کردن. 85 که احساس شد پیشبینی خشکسالی کشور شده، وزارت بازرگانی مبادرت به واردات برنج کرد. البته اون موقع یک اختلاف نظری داشتیم با وزارت بازرگانی، یعنی کارشناسا با وزارت بازرگانی. اون بحث مصرف سرانه برنج بود که کارشناسا عقیده داشتن و هنوز هم دارن که مصرف سرانه برنج حداکثر 36 کیلو در ایران، ولی وزارت بازرگانی نظرش 44 کیلو بود و بر همون اساس محاسباتش رو انجام داد. از سال 85 به طور متوسط سالی 1,100,000 تن برنج وارد شد و اینها همه با توجه به اینکه مصرف سرانه اونقدر نبود باعث شد که برنج دپو شد، برنج وارداتی. از طرفی خشکسالی هم در دو سال گذشته در استانهای شمالی که بستر اصلی برنج کاریست خیلی اثر نداشت، یعنی ما کسری تولید نداشتیم به طور محسوس. نتیجتا تولید داخل همونقدر بود که میبایست باشه. این واردات هم اضافه شد وارد سال 88 که شدیم، خب این برنج ها جمع شده بود و چون برنج های وارداتی با توجه به نرخ جهانیش ارزون تر از تولید داخل بود و خب وضع اقتصاد خانوار هم اجازه نمیداد که برنج گرون تر رو بخره، رغبت به طرف خرید برنج های وارداتی بود. نتیجتا برنج های تولید سال 87 در انبارهای کارخونه های شمال موند. الان با این وضعیتی که شما ترسیم فرمودید، وضعیت بازار برنج در ایران و وضعیت کشاورز و تولید کننده چگونه؟ ببینید، فروردین 88 رئیس جمهور دستور دادند که برنجایی که مازاد در انبار مونده برنجای داخلی خریداری شه. متاسفانه یه مقدار کوتاهی شد و این خرید انجام نشد. نتیجتا برنج زیادی در انبارها بود. این باعث شد که کشاورز مجبور شه امسال برنجش رو ارزونتر از سال قبل، یعنی حتی تا 20% ارزونتر از سال قبل بازار عرضه کنه، چون میدونید خاصیت نگهداری برنج خیلی زیاد نیست. الان هم اگر که فکری به حال انبارهای شمال کشور نشه، تولید داخلی که همینطور داره به بازار میاد دچار یه سردرگمی و مشکل خواهد شد. ادامه واردات برنج از سوی دولت در دراز مدت چه تأثیری بر صنعت برنج کشور میتونه داشته باشه؟ خب طبیعی است که وقتی که برنج جهانی قیمتش پایین‌تر باشه و تولید داخلی یک مقدار قیمتش بالاتر باشه، اقبال به طرف برنج وارداتی میره و کم کم سطح کشت برنج کاهش پیدا میکنه. حالا خوشبختانه اخیراً ارگان‌های مختلف به این جمع‌بندی رسیدن که واقعاً روی مصرف سرانه برنج باید بررسی بیشتری کرد. اگر به همون 36 کیلوگرمی که انجمن برنج ایران میگه برسیم، خود به خود واردات کاهش پیدا خواهد کرد. من امیدوارم همین اراده‌ای ان شاءالله باشه.